امروز میخواییم داستان مردی رو براتون تعریف کنیم که زمانی که چشمش به زن همسایه جدیدشون میفته یه دل نه صد دل عاشقش میشه، اما از اونجایی که سنش بالاست اون زن متوجه علاقش نمیشه و در عوض جلوی چشمش با مردای دیگه وارد رابطه میشه. به کانال فیلمینو خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم جما بووری. در ابتدای داستان مردی هیزی به نام مارتین رو میبینیم که یه شاطر نونواییه و انواع نونها و شیرینیها رو تو مغازش میپزه. اون به ما میگه 7 سال پیش گردن خوردش اومده به این دهکده، چون این مغازه مال باباش بوده و بعد گور به گور شدنش تصمیم گرفته خودش به چرخونتش. در کل مارتین مرد آرومیه و زیاد حرف نمیزنه. اون یه روز متوجه میشه که همسایه‌شون چارلی داره وسایل زنش جما رو آتیش میزنه و زمانی که چارلی میره داخل خونه، مارتین چشمش به دفتر خاطرات جما میفته و اونو همراه خودش میبره خونه تا بتونه خاطرات جما رو بخونه. بعدش فیلم میره به روزی که چارلی و زنش جما به اون دهکده اومدن و اینجا ما میفهمیم علت اومدنشون به این دهکده اینه که چارلی میخواد بقیه عمرشو اینجا و در آرامش زندگی کنه. تو همین لحظه مارتین اونا رو میبینه و میره پیششون و خودشو بهشون معرفی میکنه. چند روز بعد جما و چارلی برای خرید نون به مغازه مارتین میان و اینجا مشخص میشه که مارتین محو زیبایی جما شده و به خاطر همین بواسیرش از چشاش زده بیرون. یه روز مارتین موقع برگشتن از مغازه‌اش به جما برخورد میکنه و از فرصت استفاده میکنه و اومدنشون به اون دهکده رو خوش آمد میگه و جما هم با مهربونی باهاش رفتار میکنه. همون شب چارلی میاد در خونه مارتین و ازش کمک میخواد، چون برق خونهشون قطع شده. مارتین هم که از خدا خواستشه میره و بهشون کمک میکنه و برق خونهشون رو ردیف میکنه. بعد از این محبت مارتین، چارلی و جما ازش میخوان که بشینه تا با هم نوشیدنی بخورن. بعدش زن مارتین بهشون ملحق میشه، اما تو مدتی که مشغول حرف زدن هستن مارتین فقط به جما نگاه میکنه و به نظر میرسه که وقتشه با ناتوانی جنسی خداحافظی کنه. چند روزی میگذره و یه روز که جما میره از مارتین نون بخره، اون ازش میخواد که باهاش بره اون پشت تا بهش نحوه درست کردن نون رو آموزش بده و جما هم قبول میکنه. اون یه تشت خمیر رو میذاره جلوی دست جما و اونم شروع میکنه باهاش ور میره و میبینی مارتین میره پشت سر جما که یه دفعه به خاطر گرم بودن اون اتاق جما شروع میکنه به درآوردن ژاکتش و اینجا مارتین حسابی حشری میشه و برای اینکه جلوی خودشو بگیره حسابی دهنش سرویس میشه. خلاصه به خیر میگذره و چند روز بعد میبینی مارتین و زنش به همراه جما و چارلی دارن با یه زن و شوهر که از قضا زن دوست جماست نهار کوفت میکنن و بعدش جما با دوستش میره تو خونش و اون بهش وسایل ورزش کردن و بازنسازیشو نشون میده و میبینیم جما هم از دوستش اسکی میره و با نهایت تعجب با اون اندام ردیفه شروع میکنه به ورزش کردن. چند روز بعد جما دوباره مارتین پیرسگ حشری داستان رو میبینه و بعدش مارتین میگه چرا چند روزی ازم نون نمیخری؟ جما هم میگه چون رژیم گرفتم و مصرف نونمو کم کردم. خلاصه هر کی میره پی کار خودش و یه دفعه جما شروع میکنه به فریاد زدن و کمک خواستن از مارتین، چون میگه انگار یه زنبور رفته تو لباسم و نیشم زده. خلاصه مارتین زنبوره رو پیدا میکنه و بعد اینکه جای نیششو میبینه جما ازش میخواد که زخمشو براش مک بزنه تا زهر زنبور رو خارج کنه و مارتین هم میگه البته گوه میخوره چیزی بگه، میشینه مک میزنه. تو همین لحظه از شانس تخمی مارتین یه پسر همسایه به نام هارپ از خونش میاد بیرون که ببینه چه اتفاقی افتاده و مارتین هم با دیدنش میگه به جون زنم، فقط گفت براش مک بزنم، که یه دفعه جما از هوش میره. بعدش مارتین با ماشین هارپ جما رو میبره بیمارستان و دکتر بهش یه آمپول میزنه و میگه تو به نیش زنبور حساسیت داری و باید بیشتر مراقب خودت باشی. یکم بعد موقع برگشتن میبینیم تو ماشین جما سرشو میذاره رو شونه مارتین و مارتین هم از این کار جما بد جوری خرکیف میشه. مارتین یه روز در مغازهش به جما زل میزنه و اینجا میشه فهمید که اون اولین باریه که پاهای جما رو میبینه و با خودش از علاقش نسبت به جما میگه، اما یکم بعد میرینه، چون یه دفعه هارپ سر و کلش پیدا میشه و بعد احوال پرسی کردن با جما مارتین با خودش حدس میزنه که احتمالاً به زودی هارپ ترتیب جما رو میده. خلاصه از اونجایی که مارتین
ببینین این موها رو تو حموم و حین استفاده از گلنار سفید کرده، حدسش درست از آب در میاد و هارپ میره تو کار جما و جما هم یه جورایی ازش خوشش میاد، تا اینکه یه روز مارتین جما رو اتفاقی توی جاده میبینه و سعی میکنه ازش رد بشه تا سلامش کنه، اما جما حواسش یه جای دیگه است و یه دفعه میپیچه سمت خونه هارپ. مارتین از این کار جما شوکه میشه و زمانی که میبینه جما وارد خونه هارپ میشه، با خودش حدس میزنه که به احتمال زیاد اون برای عشق بازی رفته پیش هارپ. اون شب همشون خونه جما دعوتن و اونجا مارتین یه کبوتی رو گردن جما میبینه و حدسش به یقین تبدیل میشه و در کسری از ثانیه دچار اسهال عاطفی میشه. اون از این قضیه ناراحته چون رو جما کراش پیدا کرده و میگه ای کاش اون هارپ تخم سگ هیچ وقت جما رو نمیدید. روز بعد مارتین میبینه که جما از خونش میزنه بیرون و از در پشتی وارد خونه هارپ میشه. روز بعد جما با قیافه‌ای خوشحال وارد مغازه مارتین میشه و اینجا ما میفهمیم که شوهر جما چند روزی برای انجام کاری رفته لندن و به زودی برمیگرده. اون بعد خرید نون پولش رو حساب میکنه، اما یادش میره نونو ببره و به خاطر همین مارتین اون نونو میبره در خونش، اما یه دفعه یه صدایی میشنوه و متوجه میشه که هارپ پیش جماست و بعدش پشت پنجره میشنوه که اونا به همدیگه ابراز علاقه میکنن. چند روز بعد جما بازم میره خونه هارپ و وسط عملیاتشون اتفاقی باعث شکستن یه مجسمه گرون قیمت میشن و بعدش جما به هارپ میگه نگران نباش چون شوهرم چارلی میتونه درستش کنه. بعدش اونا قرار میذارن که با هم برن لندن، اما چند روز بعد اینکه شوهر جما برمیگرده اون یه نامه از طرف هارپ دریافت میکنه که توش نوشته قصد داره رابطه‌شو باهاش تموم کنه. همزمان مادر هارپ هم اومده پیشش و دائم سراغ مجسمه‌شو میگیره و هارپ هم میگه مجسمه یه خراش خورده بود و دادمش یه نفر که درستش کنه. بعدش میبینیم جما وارد حیات خونه هارپ میشه، اما یه دفعه از طرف هارپ برش یه پیام میاد که توش نوشته نمیتونم باهات به لندن بیام. خلاصه جما دلش میشکنه و برمیگرده خونه. چند ساعت بعد مادر هارپ هم میره پیش چارلی تا مجسمه‌شو ازش بگیره، اما چارلی میگه اصلا من همچین مجسمه‌ای رو ندیدم و مادر هارپ هم با عصبانیت از اونجا میره. همون شب چارلی از جما راجع به اون مجسمه میپرسه، اما جما افسرده است و جوابی بهش نمیده و در عوض میخواد راجع به رابطه‌اش با هارپ بهش بگه، اما چارلی به حرفاش گوش نمیده. اون میگه از زمانی که از لندن برگشتم باهام سرد بودی و به خاطر همین جما رو ترک میکنه. روز بعد مارتین اتفاقی سگ جما رو پیدا میکنه و میبرتش در خونش و بعدش جما ازش میخواد که بره داخل تا نامه‌ای که مادر هارپ فرستاده رو براش بخونه و بعد اینکه میفهمه اون سراغ مجسمه‌شو گرفته، جما از مارتین میخواد که به فرانسوی براش یه نامه بنویسه. خلاصه یه مدت میگذره و میبینیم جما با دوست پسر سابقش پاتریک دوباره وارد رابطه شده و مارتین که متوجه این موضوع میشه بعد جوری فشار میخوره چون فکر میکنه که مال خودش خار داره. بعدش میبینیم که جما عذاب وجدان گرفته و توی یه رستوران رابطهشو با پاتریک تموم میکنه چون دیگه نمیخواد به شوهرش چارلی خیانت کنه. اون بعدش برمیگرده خونه و به شوهرش زنگ میزنه و ازش میخواد که برگرده و میبینیم چارلی هم از این خواسته جما خوشحال میشه. بعدش جما مارتینو میبینه و ازش میخواد که بره تو خونش تا با هم یه نوشیدنی بخورن و اینجا جما میفهمه اون نامه‌ای که هارپ براش نوشته بود و در اصل مارتین نوشته بوده تا به گفته خودش از جما محافظت کنه. با این حال جما از مارتین عصبانی نمیشه و قبل اینکه از خونش بره بیرون لباشو میبوسه. بعد از رفتن مارتین یه دفعه سر و کله پاتریک پیدا میشه تا از جما بخواد که ترکش نکنه. یکم بعد چارلی هم از راه میرسه و به محض اینکه میره داخل خونش با فریاد زدن میاد بیرون و از مارتین کمک میخواد. بعدش مارتین که وارد خونه چارلی میشه میبینه پاتریک صورتش کبود شده و یکم اون طرف در جسد جما هم افتاده وسط آشپزخونه. خلاصه پلیسا جسد جما رو میبرن و بعد از کالبد شکافی دکتر به مارتین خبر میده که جما به خاطر گیر کردن یه تیکه نون تو گلوش خفه شده، اما مارتین این حرفو باور نمیکنه تا اینکه بعد از مراسم خاکسپاری جما و در حالی که پاتریک هم اونجاست دلیل مرگ جما رو از چارلی میپرسه. چارلی هم میگه من وقتی رسیدم خونه دیدم پاتریک زنمو از پشت بغل کرده و به خاطر همین باهاش درگیر شدم، اما نمیدونستم که یکم قبل‌تر
بهتر یه تیکه نون تو گلوی جما گیر کرده و پاتریک بدبخت سعی داشته که بهش کمک کنه، اما من به خاطر یه سوء تفاهم باهاش درگیر شدم و همین باعث اتلاف وقت شد و جما هم جونش رو از دست داد. آخر داستان هم میبینیم که مدتی بعد مارتین بعد از رفتن چارلی از اون خونه متوجه اومدن یه زن جوان به اون خونه میشه و فوراً به خاطر مرض هیزبازی میره خودش رو بهش معرفی میکنه. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.